ایران باز هم به وضوح در یک موقعیت انقلابی است، یک انقلاب نوین که پایان استبداد مذهبی رو پیش رو دارد. اون بار شاه که عرصه رو تنگ دید، ادامه مأموریت ضد تاریخی خودش رو به شیخ سپرد و رفت، تا که خرابکاری ها و جنایت های نکرده او رو هم تکمیل بکنه. و حالا بعد از شاه نوبت رفتن شیخ فرا رسیده. در یک طرف دیکتاتوری مفلوک ولایت فقیه به حضیض درماندگی و ضعف و تشتت درونی دوچاره و جز با تشدید دمفزون سرکوب و اعدام که در همین ماه گذشته 70% نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده، قادر به ادامه حیات نیست. در طرف دیگه مردم به جان آمده، به جان آمده از بیداد آخوندها، بسا بیشتر از رژیم شاه از رژیم آخوندی منزجرند و با قیامهای مستمر خودانگیخته و همینطور با مقاومت درخشان و سازمان یافته به چیزی کمتر از سقوط تام و تمام این رژیم و به چیزی کمتر از جایگزین دموکراتیک، یعنی استقرار آزادی و حاکمیت مردم، راضی نمی شوند. بله، اصل دعوا بر سر آزادی و حاکمیت مردم به معنای واقعی کلمه است. همون چیزی که شهیدان انقلاب ضد سلطنتی مشترکاً به خاطرش بر چوبه های دار و تیربارون بوسه زدند. همون چیزی که مردم ایران از زن و مرد و پیر و جوان مشترکاً به خاطرش به میدان اومدند و با گذار از سرفصل های خونین مثل قیام تبریز، مثل 17 شهریور و مثل روزهای تعیین کننده 21 و 22 بهمن سال 57، سرانجام دیکتاتوری دست نشانده سلطنتی رو سرنگون کردند. همون چیزی که شیخ و شاه هرگز و هیچگاه با اون سر سازگاری نداشتند و ندارند. آخه شیخ و شاه از بابت ارتجاع و واپسگرایی، از بابت مردم ستیزی و آزادی کشی، دو قلو و همزاد همدیگرند. شاه می گفت که سایه خداست و سلطنت موهبتی است الهی که در ابناء ذکور او نسل بعد از نسل جریان پیدا میکنه و بعد از او هم پسرش ولی عهد و ولایت عهد است. حتی بعد از انقلاب ضد سلطنتی هم هنوز در خرداد 1358 خمینی میگفت هر کسی که جمهوری بخواهد دشمن ماست، برای اینکه اسلام را نمیخواهد. هر کس که جمهوری دموکراتیک بگوید دشمن ماست. آخوندها و پاستورهاشون خیلی در منبرها و مساجد و در رادیو و تلویزیون و جمعه بازار و رسانه‌هاشون شلوغ کردند. تلاش میکنند مرتجع قهار و دزد بزرگ قرن و دراکولای خوناشام تاریخ ایران، یعنی خمینی رو، یک پیشوای انقلابی و مستضعف و مردمگرا و دارای اخلاق عالیه و ملکات فاضله جا بزنند. تلاش میکنند با جعل و تحریف شیخ شریر متعفن رو پاکیزه و عطراگین جلوه بدند که گویا از ابتدا خواستار انقلاب و سرنگونی رژیم شاه بوده. بنابراین اجازه بدید که در فصل اول صحبت، مخصوصا برای اطلاع نسل جوان، به افکار و مواضع و سابقه خمینی اشاره‌ای بکنیم. خمینی در تمام عمرش از نظر سیاسی مقلد پر و پا قرص شیخ فضل الله نوری، مشروع خواه مرتجع. در اون زمان هم شاه و شیخ و قزاق‌ها دست در دست هم تحت عنوان مشروعه به جون مجاهدین و آزادی‌خواه‌ها می‌افتادند. اونها رو در باغ شاه به زنجیر می‌کشیدند، حلق‌آویز می‌کردند، مجلس آزادی‌خواهان رو به توپ می‌بستند
و انواع و اقسام جنایت هایی که امروز هم آخوندها تکرار میکنند. خمینی خودش در سال 1323 که 43 سال داشته در کتاب کشف اسرار می نویسد که آخوندهایی مثل اون هیچ وقت با نظام مملکت مخالفت نکردند و حتی اگر حکومت را جائرانه تشخیص دهند باز مخالفت با آن نکرده و نمی کنند. لحاظا حدود ولایت و حکومت را که تعیین می کنند بیشتر از چند امر نیست، از جهت فتوا و قضاوت و دخالت در حفظ مال صغیر و قاصر، و در بین آنها هیچ اسمی از حکومت نیست و ابداً از سلطنت اسمی نمی برند. این جملاتش هست که از روی کتاب خودش می خونه. هیچ فقیهی تا کنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ماست، و هیچگاه